أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بالآخره حوادث پشتر هم به طور حلقه های زنجیر قرار گرفت و داستان به این شب رسید. در حقیقت مشخص شد و یقینی شد که دو ردیف حق و باطل به طور جدی مقابل هم قرار گرفتند. دو ردیف حمایتگران حق و حمایتگران باطل، چون باطل پستر از آن است که در مقابل حق قرار بگیره و جنگ تمتن باشه باطل مقابل حق قرار بگیره، اونی که مقابل هم قرار میگیرد حامیان حق است، حمایتگران حقیقت است در مقابل حمایتگران باطل. چه گاهی قدرت با حمایتگران حق است، اینان پیروز می شوند. گاهی قدرت با حمایتگران باطل است، در ظاهر پیروز ولی در واقع شکستی، جبران ناپذیر نصیب آنها می شود، اگرچه در ظاهر قدرت دست آنها باشه و حمایتگران حق را از بین ببرند و متراشی کنند. منطق بسیار ضعیفی است و ناشی از نفهمی، عدم توجه یا عدم دقت بعضی از اونهاست که صاحب نظر معروف شدن در تاریخ که آقا ولی همیشه حق با باطل طرف می شود و قدرت همیشه پیروز است بر حق. مطلب عامیانه است، خود قدرت مقابل حق نیست و باطل هم مقابل حق نیست. اون چه مقابل حق است حمایتگران باطله، حمایتگران باطل در مقابل حمایتگران حق. شما تصور بفرمایید فردا تمام نفوذ روی زمین، یه ویروسی تو مغزشون میفته، بگن دو ضرب دو میشه هفت و نیم، دو ضرب دو چهار شکست میخوره، ولی اون چه حتی یک نفرم نباشه بگه دو ضرب دو چهار شکست نمیخوره، بگن حق بس. فردا تمام مردم روی زمین، نه فردا، از آغاز تاریخ هر انسان که در روی زمین متولد شده اشتباه بکنه بگه که شر بهتر از خیر است، همچی شبایی بکن، آیا این قانون که خیر بهتر از شر است شکست میخوره؟ شکست خورن، نه، این مردم هم شکست این خورده. خیر از شر بهتره، همین انسان ها طالب خیر هم. فردا اینا البته تصور مثالیه دیگه، برای توضیحه، فردا تمام مردم اتفاق کنند که جبر بهتر از آزادی است، آزادی، آزادی مسئولانه، نه بی‌بندوباری، هیچ، اون بی‌بندوباری اصلا بدترین زنجیره. آزادی مسئولانه و معقولانه که باعث افزایش کمالات انسانی است. بگن آقا جبر بهتر از این آزادی است، تمام دنیا بگن دروغ میگوین، اگر چین چیه باشه خطا رفته اند. آزادی مسئولانه، آزادی معقولانه در جوهر شخصیت کمالجوی انسان هاست. به هر حال جریان به همین جا رسید که تواریخ دارن و من امشب خواستم که چون بعضی از جوانهای ما از خود حادثه به طور مرتب اطلاعی ندارن
و یه وقتی اگر امکان داشت انسان بنشینه از اول حادثه خود حادثه را بیان بکنه، بعد اون وقت قطعه تکه تکه تفسیر کنه. یه همچین کلاسی در سالهای آینده بشه برای امام حسین علیه السلام، چون خب ماها از همون دیگه آغاز عمر معلوس بودیم با این داستان. اونهایی که سنشون تا حدودی گذشته میدونن کلن حادثه چیه، ولی جوانان ما با این حادثه تکه تکه رو برو هستن. مثلا یه چی شنیدن نمیدن قضیه چیه، یه چی شنیدن یه چی نشنیدن. امشب را با اجازه شما من از آغاز شب چه شده را بیان میکنم با یه توضیحات. این که مرحوم محدث قومی، مرحوم محدث آشکباز قومی رحمت الله تعالی علیه در نفس المحموم آورده است تقریبا مورد اتفاق تواریخه. هم طبری داره، کامل ابن عسیر داره و سایر تواریخی که در دست مسلمان ها هست. نزدیک شام بود، داشت هوا کم کم تاریک میشد. امام حسین علیه السلام اصحاب خود را جمع کرد. علی ابن حسین، حضرت سجاد، این داستان امشب می فرماید من نزدیک شدم ببینم چه می گوید. با اینکه بیمار بوده به یه شکلی خودشا نزدیک کرده که ببینم پدرم چه می گوید. جدی تر لحظات اولاد آدم موقع نزدیکی شهادت با شرافت اوست. دیگه هر چه بگوید، اولا تمام عمر جدی بود از حسین، به جنگ پسر علی بود که یک لحظه از عمرش بدون جدی نگذشت. و تازه چین حادثه‌ای که فردا در پیش است، انسان با تمام شخصیت در این حادثه حرکت میکنه. دیگر هیچ بعدی از شخصیت آدمی بیکار نیست، تمام قوای مغزی و روانی متمرکزه. و رضا میگوید من نزدیک شدم ببینم پدرم حسین به این یارانش چه میفرماید. فدنوت منه لأسمع ما یقول لهم و انا اذاک مریض، من بیمار بودم ولی نزدیک شدم ببینم چه میگوید. فسمعت ابی یقول لاصحابه، دیدم پدرم به یارانش اینطور میفرمود. من شکر و ثنای خداوندی را به جا می آورم، بهترین ثنا، بهترین شکر، حمد او را می گویم، ستایش او را می گویم، برای هر شادی ها و اندوها، برای در موقع هر گونه گشایش ها و گرفتاری ها. یعنی همون حسینم که در موقع شادی اونگونه که خدا را حمد می کردم، الان که تمام زمین و آسمان را بر من تنگ گرفتم، هیچ روزنی رهایی دیده نمیشه. حمد من در این موقع به خدایم همون حمد است، هیچ فرق نکرده. فی السراء و الضراء، و الا حسین نبود که. اگر خوشی هایش، اگر حمد و ثنایش، عبادتش فقط موقع شادی ها بود، حسین نبود. احمد او فی السراء و الضراء. اللهم اینی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فهمتنا فی الدین و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدتا تجعلنا من الشاکرین. خداوندا حمد تو را میگویم. چه دیشب این جمله را یه مختصر تفسیرش عرض کردم. ما را تکریم فرمودی به نبوت، ما را در دودمان پیغمبر قرار دادی، قرآن را بر ما تعلیم فرمودی، دین را بر ما تفهیم فرمودی. اینجا دقت کنید، یعنی همون گونه که قرار گرفتن در دورمان نبوت عنایت خداوندی است، باید آدمی
صفا داشته باشه، خلوص داشته باشه، تا خدا کمک کنه قرآن را بفهمه، دین را بفهمه، خود سر وارد این مسائل سازنده نباشه. تو به ما قرآن را تفهیم فرمودی، تو ما را در دین آگاه ساختی. خدایا بر ما گوشهای شنوا دادی، بینایی ها دادی، دلهایی دادی. چی دیشب از کردم؟ فجعلنا من الشاکرین، ماها را از شکر گزاران قرار بده. شما خودتان را دقت بکنید، این گونه دعا با این آرامش، مثل این که در کنار دودمانش، در وطنش، در آرامشنها داره باغدان نیایش میکنه. این است که میگوین در تواریخ هست، ما در روز عاشورا دیدیم ذره این مرد حالت روانیش مختل نیست، خیلی کاملا طبیعی و جدی. و حتی بعضی از تواریخ دارد که هرچی که مصیبتیشون بیشتر میشد برافروخته تر میشد، خیلی حالت درخشندگی بیشتر پیدا میکرد. آرامش را ملاحظه کنید. اما بعد فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْسَلَ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. من سراغ ندارم، نمیدانم یارانی با وفاتر از یاران من و یارانی بهتر از یاران من، اهل بیتی نیکوکاتر از اهل بیت من. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا، خداوند از طرف من، خدا خودش به شما پاداش بدهد. و اینی لعظن یوم لنا منها الهی، تمام حوادث دست به هم داده است، یه فردا رو برای من پیش آورده. من آشکار به شما میگویم، صریح بی پرده، صریح، نه با اشاره، نه با ترس و وحشت، که به ترس و وحشت من زخم کنید. بگید که حسین با یه حال وحشت داشت خبر میداد که فردایش چی خواهد شد، پس بنشینیم این مرد را تنها نگذاریم. نه، خیلی خیلی سریع. و این فردا هم فقط با من کار دارد. این جمله تمام تواریخ دارن ها، به قدری متواتر است این سخنان اول شب امشبش که مثل این که شما خودتون مشاهده میکنید. یعنی قضیه از در تمام تواریخ، چه عالم تشیع، چه برادران تسنن، همه این قضیه را گفتن که صریح بی پرده و بعد اینها را آزاد گذاشت. من گمانی دارم، یعنی به نظرم میرسه یه روزی ما فردا داریم، یعنی آخرین روز من، یعنی روز روزی است که دیگه معلوم نیست به غروب برسیم، معلوم نیست همه این روز را ما در این دنیا زنده بمانیم. من فردا را اینطور حدس میزنم. آگاه باشید، الا آگاه باشید، و اینی قد از این طلقم فانطلقوا جميعا في هل ليس عليكم مني جماع. من آگاه باشید، به همتون اجازه دادم، اعلام میکنم، اذن دادم که بلند شوید، برخیزید، همتون بروید. شما را من از اون عهدی که با من بسته اید حلال کردم، باز کردم. من از طرف من این عهد بازه، تعهد بازه. این شب است. الان ما در شب قرار گرفته ایم، تاریکی شب همه جا را گرفته است. برخیزید، این شب را برای خود سپر قرار بدهید که هم دیگر نبینید، که اگر خیال میکنید من نگاه کنم از من خجالت بکشید، نخیر، مضمون شاید لازمه فرمایشون این باشه، این هم باشه که منم نگاه نمی کنم، هوا هم تاریکه. متفرق شدید در سیاهی این شب، بروید رو به شهرهاتون، رو به آبادیهاتون، تا خدا از شما این قضیه را باز کنه،
برطرف کنه. فإن القوم إنما يطلبون، این مردم منو میخوان فقط، اگر ضربه به من بزنن، اگر مرا بکشن، دیگر از طلب کردن غیر من دست خواهند برداشت. برادرانش، فرزندانش، پسران برادرش و دو فرزند ابن جعفر که دو فرزند حضرت زینب سلام الله علیها میشوند، اینها اولین کسانی که سخن گفتن اینها بودن. ما این کارو بکنیم، ما آیا درست است شما را تنها بگذاریم که بعد از شما میخواییم زنده باش؟ لنبقا بعدک ولی بگو ابا عبدالله، مثال از میکنم، ماهی را از دریا بیندازید بیرون و بگوید زنده به ما، الان حیات ما وابسته توست. زندگی ما یعنی چه؟ ما تو را در این حال بگذاریم بریم، بعدش ما زنده ایم؟ اصلا همونطور که عرض کردم، زندگی چهره تمام نمای هستی را دارد. گاهی زندگی از یک کف ناچیزه، یک قطره آب هم ناچیزتر میشه، اون موقعیش که از معشوقش ببرد، از مبدع فیضش ببره، همون گونه که کودک از پستان مادر ببره، همون گونه که ماهی از آب دریا ببرد. لمن نفر زارک، ما چی اینا چی رو انجام بگیم؟ به امام حسین عرض کردن لنحیا بعدک، که بعد از تو مثلا زنده بمانیم.